سرخط خبرها: طالبان آخرین میخ را بر تابوت ملت کوبیدن. خبری که با شنیدنش زمین زیر پایتان آتش میگیرد. رهبر طالبان: فشار جهان بر ما هیچ فایده ای ندارد. طالبان در بدخشان یک غیر نظامی را تیرباران کردند. طالبان: اسماعیل مشعل دست به اقدام های تحریک آمیز علیه نظام می زد. و اتحادیه اروپا: گزینه بر رسمیت شناختن طالبان روی میز نیست. به نام خداوند بخشنده و مهربان و با تقدیم سلام به یک از دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. طالبان در بدخشان یک غیر نظامی را تیرباران کردند. منابع محلی در ولایت بدخشان گفتند که گروه طالبان یک غیر نظامی را در این ولایت تیرباران کرده است. منابع روز پنجشنبه 13 دلوه گفتند که این غیر نظامی نور محمد نام داشت و پس از چاشت روز چهارشنبه 12 دلوه در بازار ولسوالی اشکاشم بدخشان در محضر عام از سوی طالبان تیرباران شده است. نور محمد باشنده اصلی ولسوالی واخان بدخشان بود. این در حال است که طالبان هفته گذشته نیز دو نظامی و غیر نظامی را در ولایت بغلان تیرباران کردند. رهبر طالبان: فشار جهان بر ما هیچ فایده ای ندارد. رهبر طالبان در دیدار با شمار از فرماندهان قل اردوهای طالبان گفته است که این گروه شجاعانه در برابر جهانیان جنگیده است و اکنون فشارهای جهان بر آنها فایده ای ندارد. ملا هیبت الله آخندزاده رهبر طالبان این سخنان را روز پنجشنبه 13 دلوه در دیدار با شمار از فرماندهان قل اردوهای این گروه بیان کرده است. او افزوده است مردم مسلمان افغانستان خواهان نظام اسلامی هستند. 20 سال از ما حمایت نمی کردن و مردم علی ما قیام می کردن. اکنون زمان خدمت کامل به مردم فرا رسیده است. رهبر طالبان خاطر نشان کرده است که افغانستان به کارهای عامل منفع نیاز دارد. رهبر طالبان در حال این موضوع را بیان کرده است که امروز وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا از وضع محدودیت بر صدور ویزه به اعضای طالبان خبر داد. پس از آن وزارت امور خارجه طالبان با نشر خبرنامه این تصمیم آمریکا را خلاف توافقنامه دوحه عنوان کرده و بر حل مسائل اختلافی با این کشور از راه گفتگو تاکید کرده است. طالبان: اسماعیل مشعل دست به اقدام‌های تحریک‌آمیز علیه نظام می‌زد. رئیس نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان تایید کرد که این گروه اسماعیل مشعل استاد دانشگاه را برای تحقیقات به نهادهای امنیتی برده است. عبدالحماد می گوید اسماعیل مشعل از مدت به این سو و گونه بسیار ماهرانه دست به اقدام‌های تحریک‌آمیز علیه نظام می‌زد و با جمع کردن خبرنگاران دور خود خیابانان عمومی را مزدحم کرده بود. او در تویت نگاشته است: به دیدن استاد مشعل رفتم. باور کنید اگر کسی در خانه اش چنین محترم باشد، طور که اسماعیل مشعل به مجاهدین یعنی طالبان محترم است. نیروهای ما در خانه سرد بودند اما به استاد مشعل بخاری ترکی روشن کردند. این در حال است که طالبان روز گذشته اسماعیل مشعل استاد دانشگاه را پس از لد و کوب در دیبوری کابل بازداشت کردند. آقای مشعل که چند قبل در اعتراض به ممنوعیت آموزش دختران اسناد تحصیلی خود را پاره کرده بود، با کراچی دستی به دانشجویان رایگان کتاب توزیع می کرد. خبر که با شنیدنش زمین زیر پایتان آتش می گیرد. فوری تلویزیون دولتی ایتالیا: قطر حدود یک ماه پیش از فرار غنی 110 میلیون دلار به او، 60 میلیون دلار به عطا محمد نور و 50 میلیون دلار به عبدالرشید دوستم داد تا با طالبان جنگ نکنند
و زمینه تشکیل دولت جدید را برای طالبان فراهم کنند. اتحادیه اروپا گزینه بر رسمیت شناختن طالبان روی میز نیست. توماس نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان در سفرش به پاکستان گفته است که کشورهای اروپایی گزینه بر رسمیت شناختن طالبان را روی میز ندارند. او روز پنجشنبه 13 دلور در رشته تیویت های از سفر 3 روزش به پاکستان و گفتگو با مقام های سیاسی و نظامی پاکستان در مورد افغانستان خبر داده است. او افزوده است در حالی که ما نمیخواهیم افغانستان را منزوی کنیم، بر رسمیت شناختن رژیم طالبان را روی میز نداریم. ما بل لزوم ادامه همکاری منطقه و جامعه بین المللی به نفع مردم افغانستان توافق کردیم. او در این سفرش بر نیاز تشکیل دولت فراگیر و حمایت از حقوق زنان و کودکان در افغانستان تاکید کرده و گفته است که ممنوعیت های طالبان در بدترین زمان ممکن به افغان های نیازمند ضربه می زند. در همین حال او حمله انتحاری بر مسجد در پشاور را یادآوری تحلیل تروریستی در افغانستان و همسایگان این کشور خوانده و افزوده است که در مورد چالش های امنیتی با نظامیان پاکستانی دیدار و گفتگو کرده است. گروه طالبان در مورد این اظهارات نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان چیزی نگفته است. نخست وزیر پاکستان: تروریست‌ها نابود خواهند شد. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان امروز پنجشنبه 13 دلوه با نشر تویت گفته که تروریست‌ها در این کشور نابود خواهند شد. نخست وزیر پاکستان افزوده که با حمایت مردم تروریست‌ها را سرکوب کرده و آنها را از خاک خود بیرون خواهد کرد. او همچنین از ابراز همدردی کشورها با پاکستان در پیوند به حمله انتحاری مرگبار در مسجد در شهر پشاور سپاسگزاری کرده است. این در حال است که پس از انفجار مرگبار در مسجد در پشاور پاکستان، مقام‌های نظامی این کشور اعلام کردند که خودشان تروریسم را پرورش دادند و نباید از مجاهدین حمایت می‌کردند. پس از این انفجار که منجر به کشته و زخمی شدن پیش از 300 تن شد، مقام‌های این کشور اعلام کردند که نباید با آموزش مجاهدین کمک می‌کردند. آنان اعلام کردند که خودشان تروریسم را پرورش دادند. ثناءاللہ وزیر داخلی پاکستان با بیان اینکه این کشور هرگز نباید در گذشته با آموزش مجاهدین کمک میکرد گفت ما آنها را آماده کردیم و اکنون تروریست شدن. او تاکید کرده بود که ما باید در جنگ علیه تروریسم پیروز شویم. سپاس که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل را سابسکرایب و ویدیو را لایک کنید.